آقا سلام علیکم، حالتون چطور؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. از اونجایی که زدیم تو کار صنعت خودرو و یه جورای بلاگر خودرو شدم و اصلا نمیخواستم همین چه اتفاقی بیفته، گفتیم چه پس بریم تاریخچه خودروهایی که توی ایران بوده رو با هم یه نگاهی بندازیم، با هم یه بررسی بکنیم ببینیم که چیه. با دوست عزیز گلمون که الو چه سنگینه. ای بابا چطوری؟ خوبی؟ نظر راجع به یوتیوب چیه؟ آها چنل ساب کنن. آره بچا میگه چنل ساب کنین. ساب کنین چنل دیگه. اومدیم کجا؟ یه تامنیل خوندید دیگه. اومدیم موزه خودروهای تاریخی ایران. بله همونجور که میبینید با یه متخصص عزیز خیلی ماشین اومدیم اینجا. دوست عزیز ما کوچیک، همه متخصص. بله خوب هست. ممنون آقا، مرسی که این ویدیو رو تماشا میکنی. اگه خیلی باد میاد من عذرخواهی میکنم، تو ادیت براتون درستش میکنم. احتمالا یک کوچولو کیفیت صدام بیاد پایین، من همجا از اون عذرخواهی میکنم. خیلی داره باد میاد، نویزگیر اینا رو روشن کنم تو ادیت دیگه کاری از دستم برق نمیاد. بدون معطلی برو بریم. گل اومدیم داخل سالن، بلیتو خریدیم. عجب ابهتی داره اینجا. حاجی خداست. اینجا واقعا خداست. کو داشته. حاجی سال 1972 190 اسب بخار داشته. کویک جدی بهت بگم چند اسبه؟ بیا رو من. 120 داشت کویک روی چرخا 70 روی استاندارد 90. این جدیده که من گرفتم 96. این 54 و نیمه مال سال 1950، یعنی چند سال پیش؟ هفتاد و سه، هفتاد و چهار سال پیش. حاجی بعد اون آهن و اون فلزی که توی این به کار رفته رو شما نگاه کن، 180 تا میره. حاجی با 190 تا 180 تا کم میره. نه من با 70 تا توی کم 210 تا میره. آها 4 تا. آره داداش 4000 سی سیه. صدات این یه میکروفون داری، میکروفون اصلیمون اینه که رو یه بند خدای گم کرده، نمیدونیم چی گم کرده متاسفانه. آره بریم بعدی. بیایم بریم بعدی. ای حاجی اینجا همه چی هم نوشته. ای حاجی ماشینه رو زوم کن روش. لوگوش چیه؟ ام جیه مادر. خب حاجی این چیه؟ واه فورد حاجی، فورد حاجی. قلبم داره از من ماشین باز نبودم خیلی الان میریم اون چیزی که من دیدم و بهتون نشون میدم. موریسه آقا، این موریسه. تو این بلیت دوست ببینم اصلا چقدر پول دادیم. من ندیدم اولی که نمیشه تر... عدم موجودی نگاه کن. عدم موجودی 354 تومن. ایول صدو. حالا تو به پول من خودم یکی دیگه پول منو داده، من موجودی نداشتم. نری تو این قرمزا. حالا دقیقه با اون کاری نشته باش. فیات حاجی زیرکار رو فاصله داداش بین داد و درد فاصله محور رو نگاه کن تو. ای وحیم چی بوده ایشون؟ بح بح ماشین 1309. یه لحظه منو بگیر. ماشین به این زیبایی و ولکری چسبیدی به چرخاش؟ البته درسته. ببین یه ظریف کاری الان دیدم، پشمام بیا
دورونه به من. شما لوگوی بی رو اینجا ببینید، بذارید براتون زوم زیاد بکنم. میبینید لوگوی بی اینجا، حتی تو چراغش هم لوگوی بی افتاده، حتی اینوری هم بی داره. این چی؟ نه این نداره دیگه. ببین این ماشین قشنگ معلومه توی زمان بارون زیادش استفاده کردن. ببین چرا؟ چون برفاکن زیاد کار کرده. حاجی سقفش چرمه. یه دقیقه نمون توجه کنم. 160 تا به 70. حاجی این ماشین 70 اسبه بعد 160 تا میره. من چجوری با کویک با 70 اسب 210 تا میرم؟ جدی میرم بچه؟ بانک کشاورزی؟ آه نه لوگوه سوزبا. اه حاجی این ماشین هم همینطوره جگو. حاجی مثل اینکه اون زمان کلن چیز بوده، چی بهش میگن؟ مود بوده که توی چراغ جی تو لوگو تو بزنی. این هم تو چراغش داره. آقا گوشیه خانمش این بعد از زنگ خورد بعدش جواب میداد. منم تتوام داره میخاره، نمیدونم چرا از گرمای زیاد داره تتوام میخاره. حاجی این ماشین با 95 اسب 155 تا میره. کلا میدونی چند تا ازش تولید شده؟ 8 تا دونه. دیگه هر دونه شدیه بود احتمالاً. یه دونهش اینجاست. ایول. میخاره. بچه رو برفا کن ندارم. اینا رو گرفتیم. آره گرفتیم. ای حاجی فرمون داشبورد داشته. بعد داشبورد الان همشون آشغاله. عقبش هم چرمه. حاجی کوالیتی رو تو رو قرآن تو نگاه کن. به خدا میره کویک های قدیمی سال 96-97 اینا رفته رنگاشون. کاری ندارم. اونی که این ماشین رو سوار میشده چه لذتیه. باورت میشه؟ اون نمیفهمیده. اون نمیفهمیده داره چی کار میکنه. اون اگه امروز چه خبره میفهمه چه عشق. آره. بعد یه سوال دارم، آفتاب گیر داره؟ ماشین آفتاب گیر داره. توجی ریزه کاری تو نگاه کن تو رو برو. دستگیر در ببین کجا؟ ترمز دستی رو بگی ببین کجا؟ پیکان ترمز دستی نداشت. آره راست میگه. کجاست؟ اینها اون استیله. مرسی از خانم فیلم برداری که چه ماشین نمیدونه اینه. ترمز دستی شده. چرا اونجاست؟ اصلا ماشین مال 1900 خورده ایه. این داره تشنج میکنه. خیلی دوست دارم ببینم چی دیده. بگیرش اینا. این داره تشنج. دوست دارم ببینم چی دیده. بیا. بیا بگی. حاجی دوتا پارو بیار. یه دوتا پارو بیار. من چرا؟ داداش این کشتیه. زیبند رو بیشکل. حاجی این قشنگ شبیه ماشین های فضایی میمونه. جدی شبیه ماشین فضایی میمونه. آره دقیقا. آره حاجی واقعا چی طراحی کرده. بیا داخل رو بگیر. حاجی هم جلو، حالا شما زیاد واضح نیست براتون، هم جلو هم عقب جای دست داشته. آرنج آرم ست بهش میگن. آره آینه شو بره. آره آینه شو هپلی هپلی کردم. آینه خیلی خوش کردیم. اونو نگاه کن. اونو میبینی اون جای حواس که بره بخوره به دیسکا. من با اون کاری ندارم.
سرنشین عقب جا سیگاری داره، فندکی داره، نمیشه خیلی واضح. یه چیز دیگه الان دیدم، آینه ها، شیشه های عقب و شیشه های جلو برقیه تو این ماشین. دیدی؟ شیشه های عقب، شیشه های جلو برقیه. بله بابا، یه سری بعد الان تیپ دوهای ما پرایدامون عقبشون دستیه. تازه راننده تاکسی هم برمیداشتن اینا رو میکندن، اون عقب باید لهله میزدی. بریم ماشین بعدی. بچه ها من زیاد اطلاعات خاصی میدونید دیگه، من اینا رو فقط به اسم میشناسم، به قیافه، ولی خواستم شما هم با من اینجا ببینید، برای بچه هایی که تو تهران نیستن بدونن آقای همچین جایی هم هست. و آره من اطلاعاتشو برای همین ایشون رو برداشتم و بردم. ایشون تقریبا خیلی بهتر از من میفهمه ماشین اینا چیه. ایشون عوامل پشت صحنه ما هم یه جورایی. آجی سی دی ویس اینجا نداره؟ هیچ سی دی ویس بیگز ماگه. بگو اوکیه. بگو اوکیه. این ماشین رو بیسر بده ازش من هدیه داده و فکر کنم یک محدود ازش داده. این رنگ عملا نیست. این رنگ عملا نیست. به نظرت اینا یک هفته است رنگ دارن؟ یا رنگ سنگ شده. این کلا شیش دست قرار است. فکر نکنم باشه. هر سیلندر خطی 500 کا. این موقع عملاً نباید همچنان چیزی بودی که شده. 6 تا دونه اگزوزه؟ نه. آره اگزوز. آجی فکر کن مثلا یه بچه داره مثلا میره بابا اینو زیاد نمیخواد من بگیری، بیشتر ماشینا بگیر. آره بچه‌ها ببینن. من زیاد تو این ویدیو اصلا بچه‌ها ارزش این مثلا این ماشینا رو 10,000 باشه، ارزش من رو 100 خداست. کی ماشینش؟ خانم فیلم بردار داره میگه که من از هیچ کدوم ماشینا ندونم چیه، اینو میدونم چیه. بعد میگم چیه میگه نمیدونم. کادیلاکه، درست دارم میگم؟ حاجی حرام همینجوری انداختم. این 60 اون 60 خب، یعنی اون در واقع نسل قبلی این ماشینه. خب این کوپه است، می‌بینی این کوپه است، اون سدانه، نکته هاشون به این خب، ولی با این نسل جایون به روخ چه داده؟ ببین بعدی اینجا بیشتر بنزه، اینجا یکی دو تا سه تا چهار تا بنز. نه 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 بیشتر منظورم بنزه. آجی لیموزین و به به لیموزینه؟ نه این چیه؟ اه حاجی اون موقع سانروف داشته. یه لحظه و تو رو نگاه کن چیه اونجا؟ اونو بگیر بار داره. بله این برای از زمان بعد. بدم اینو میگیم بچه ها دیگه، ما خودمون هم اینجا این خانم فیلم بردار. ببینیم این ماشین برای چه زمانه ای استفاده میشده؟ برای زمانی که حالا توی در واقع چیش میگن دولت های قبلی، وقتی که چیز میومد، وقتی که یک مهمان از کشور خارجی میومد، با این ماشین توی فرودگاه میرفتن داخلشون، اونا سوار میشدن، راحت همه چی داشتن، میتونستن باشون و این سنروب وامی شد و یه نسخه‌ای داره که اصلا کروکه، از اینجا کلن باز میشه و میره اون پشت جمع میشه و اون کروکه برای فروشه ها. با حالا کلی میگه قیمتش هم 7-8 میلیاردی بود. این سنروب باز میشد و اون شخصیت میتونست بیاد بیرون بای بای کنه با مردم، با مردمی که دورتا داره خیابون جمع شدن. فیلماش هم هست، فیلماش هم هست که طرف اینا که این داره میگه من میدونم و من دیدم، ولی خب اینو آوردم که جای من باهاتون صحبت کنه. بریم سالن بعدی. اینجوری بوده ماشینه رو همینجوری کیلویی ریخته بودن اینجا، من گفتم برید ببینید. بعد نگاه کن هیچی نداشته، روش رو شیشه‌اش یه دونه چیز زده. نگاه کن
تو همه ماشینا یه دونه آچار رو شیشه‌اش زدن. این ماشین چیه؟ آده داشت دلیه تو منه من الان اونجا یه سری ماشینا رو دیدیم ما مثلا آینه نداشت نمیدونم خط افتاده. خب تو همین جا بود دیگه. آره واقعا نمیشه. بریم بریم ازمه گربه روش بدم. بازم نگاه کن بازم بگیر به چرا این آره هست. تو همه یه دقیقاً تو همه یه برندا هست. ببین مثلا یه آرم انقدی ها ولی خب یه امضا روشه. ببین برای یا میلر بنز اون کسیه که این ماشین رو درست کرده. میدونی که ماشین بنز هر کی درست میکنه یا اصلا کلا ماشینا آره یه دونه چیز روش میچسبونه. امضای خودش کرده اون زمانم واجی پرده داشته ماشین پرده با واجی عشق دارم میکنم. این منطقه ساکت همون داره حرف میزنه مطمئنم خوشم داره عشق میکنه. تولیده شرکت روز روز داشت یه دوره ای آره یه دوره مشترک کار میکرد. آره آره پرهاشون یکی بوده. اما داخل این ماشین رو نگاه کن جان حاجی راست میگه. حاجی این بوغش از باسن بعضی ها آقا رسیدیم به بخش دوست داشتنی که همه تون دوست دارید. نمیخوام نگاه کنم. نه نگاه نمی کنم. من دارم دوربین رو نگاه کنم. حاجی شما ماشین رو نگاه کن. کار رو بگیر. چند اسبه؟ 117 تا. وای حاجی آجی مازراتیه. ای حاجی این ماشین چیزه اون یارو تو ماشین ها بود. آها اون جاسوسه اونه. یواش نشونه تو میدم حاجی ماشین رو بعدی رو بهتون نشون نمیدم. این ماشین حاجی بعدی رو ببینی چی میگی بهتون نشونش نمیدم. اینو نگاه کن 260 تا 250 تا میره. موتور عقب 5 سرعته. ما کارو بگیر. به حالا بریم اونی که قرار بود بهتون نشون ندم ولی حاجی این داره با اون ازدواج میکنه چه خبره. حاجی کارو بگیر اینو ببین. چند تا میری تو همو؟ 300 تا میره 260 است. بله حاجی کارو ببین تو. وای وای حاجی مال اون زمان تازه. بیا رینگاشو نگاه کن. رینگا رو نگاه کن تو. خونک شونده بوده. ایوان بعد یه صندلی داره آخه. بریم بعدی. حاجی شما ماشین رو نگاه کن. نمیدونم چه ماشینیه ولی شبیه ماشین فضایی میمونه.
این چیه؟ حاجی این چی؟ چرا یه نفر میخواست بشینه پشت فرمون باید میخوابید؟ جدی چرا یه نفر باید پشت فرمون بخوابه؟ صندلیشو نگاه؟ خوابیه. بعد موتور این توه. موتور تو توه موتور. عجیبه. این چیه؟ موتور ماشین دستساز احساس میکنه. وای آجی اینو. بگو. بی ام و اینا وقتی فرمونشون رو میچرخونی چراغشون هم باهاشون میچرخه. آره. چراغش میچرخه. حاجی راست میگه. وقتی فرمون رو میچرخونی چراغش موتور داره. برای دیگه. حاجی فراری. حاجی فراریه. و ماشین اصلی. این ماشین یه ماشین بلندتر از فضا این ماشین یه ماشین مشترک یعنی چی؟ یعنی بین شرکت مرسدس فولکس واگن و پورشه به صورت مشترک ساخته شده برای کی؟ برای بگم نه رضا شاه اون دومیه که در واقع تمرین رانندگی کنه و رانندگی یاد بگیره با این ماشین بچه باید تمرین رانندگی میکرد 80 است و با 470 کیلومتر بر بعد ما میریم بارسه تمرین رانندگیمون یه پراید در به داغون میدن دستمون میگن برو رانندگی یاد بگیر خوش و فلکس باگون یه تولید مشترک و این تنها نمونه این ماشینه و میبینیم که اسمش MPV تهرانه فقط برای و میشه گفت هیچ همکاری سگانه دیگه ای ما نداریم که این میریم برای لامبورگینی حاجی من یه میکروفون دیگه نیاز دارم الان سر این ولاگ اومدیم الان این بدبخت میکروفون نداره اینو نگاه کن اون بالا رو میبینی خب اون به موجه های این ماشین مربوطه در واقع ماشین در اون چشمش رو اون موجه باشه حالا جالبی چیه با این ماشین فروشی لامبورگینی مؤسس شرکت لامبورگینی که در واقع به تراکتور سازی میکرد اومد کل انداخت با فراری و در واقع اون کلو روز شد طوری که آجی آیرودینامیک ماشین شما نگاه کن فکر کن این جلوی ماشینه نگاه کنید پشمام اون زمان بعد الان 370 370 اسبه بریم بعدی این که دیگه خداست این دیگه حاجی سیستم صوتیش ببین کجاست؟ عبر کجای واقعیه و در واقع چیز همون نسل اول عبر کجا شما اسپیکراشو ببین اینجا پشمو داخلشم بگیرم حاجی اینا قبلا باز بوده بچه ها دیگه الان به خاطر که اومدن مردم بهشون آسیبی نزدن دیگه کلن از اینا کشیدن دیگه نمیذارن جلوتر بری برید بهت گیر میدن نکته جالبی که داره اینه این شیشه رو بگیر ببینی نصفش میاد پایین و نصف دیگرش ثابته ایوال همون نصف هم پایین روی شیشه دیگه باید رفن ایوال عجب خفنه این یه شارفاره یه نقطه مشترک باش پیدا کردم با پراید دریچه های کولرش پرایدیه چا اینجا موتور هم داره موتور بی ام و کارو بگیر این نمیدونم موتور چیه هونداه 1100 تا چند؟ تا 2007 تولید میشده ایوان اینا دید قدیمی نیست احساس میکنه اینا خیلی قدیمی نیست اینا خیلی قدیمی نیست یه سی جیه اینا خواست جی ال 1000 راست میگه ای و حاجی موتور رو نگاه کن تو پات میخورد بهش مرده بودی البته کسی که پشت این میشست داشت حرفش رو داشته دیم بله من
دوستان یک عدد ماشین موتور دستساز داریم اینجا. من حرفمو پس میگیرم، اصلا ماشین موتور دستساز نیست. آقا اون چیزشه پدالشه. بعد اینجا چیزه، بعد اینجا پاتو میزه یونم ترمز. ای ولو جی صفحه کلمه چو کندن دزدیدن. بریم سالن بعدی. کل سالن ها بچه از اینجا میتونید ببینید، سالن های دونه دونه ای که بودیم. به در وروده، بعد سالن اول، سالن دوم، سالن سوم و سالن آخر و قسمت موتور ها. بچه اینجا هم ماشین بود هم کالاسکه است. فکر نکنید فقط حاجی کارو بگیر، شما کارو بگیر. آره این دیگه داداش واقعا آجی الان دیدم ریزکاری رو تو ببین، تو رو خدا بذارم خودم میگیرم. گدوز الو بجا مبلمانه سقف و جیره شما بریم بعدی. خب برای بچه گل حدودا فکر کنم یه 2 ساعت 3 ساعتی هست که ما اون تویم و الان اومدیم بیرون. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم تونسته باشم برای بچه هایی که خارج از تهرانن این موزه رو بهشون نشون داده باشم، ماشین ها رو دیده باشن اینا. خیلی از این ماشین رو بازسازی شده بود و خب ما تازه تون عکس ها دیدیم و اینو فهمیدیم و همین دیگه. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردی، لایک کامنت سابسکرایب یادت نره. اینجا موزه خودروهای تاریخی ایرانه و اگه دوست داشتید بیاید دیگه. فکر کنم آدرسش هم تو ویز و گوگل مپ اینا بزنید براتون میاره قطعا. هوای بیرون هم هوا قشنگ داره طوفان میاد. نیم ساعت پیش آفتاب بود، نیم ساعت، 2 ساعت اینجا، نیم ساعت چه؟ 2 ساعت پیش آفتاب دوستید میرم خیلی زیاد. مرسی که تماشا کردید، تا یه ویدیو دیگه بدرود و